در مورد آغاز دور دوم گفتگوهای صلح با محمد حکیم تورسن آگاه سیاسی بحث میکنیم که روی خط هستن. آقای تورسن به بحث خوش آمدید. صدای ما را دارید؟ دعای شما و کارکنانش. سلامت باشین. قرار است دور دوم گفتگوهای صلح آغاز شود. چراغ سبز است بر افغان ها؟ بله ببین جانم، همه مردم افغانستان حتی جهان منتظر همین مذاکرات هستند تا این مذاکرات به یک نتیجه برسه و مردم افغانستان برای یک صلح پایدار و یک صلح که بتونه مردم افغانستان یک آرامش داشته باشند، چون همه روز از قتل و قتال و انتحار و انفجار و حملیات های هر دو طرف رنج میبرند و بیاد منتظر است تا این مذاکرات نتیجه بده که ما آقای تورسن صدای ما را دارین؟ فکر کنم صدای شما قطع شد. بله صدای شما را میشنم. بله میشنم. آقای تورسن بله دیگه باید این مذاکرات نباید اینقدر دور اولش هم سه ماه طول میکشید، باید به تفاهم میرسیدن، چون سردم ما شاهد شیرینترین و عزیزترین جوانان از این کشور که کشته میشن و در مجموع از هر دو طرف افغانا کشته میشن. دقیقا مردم انتظار داشتن که نتیجه خوب بسه و در حالتش عالم که آغاز مذاکرات از جدیدم شروع شده، مردم افغانستان انتظارش دارد. ولی یک چیز خدمت عرض بکنم که با موجودیت این حکومت ناممکن است که مردم افغانستان به صلح پایدار دست پیدا بکنند، چون همه روز میبینیم که اینا به نه تنها که به خاطر پروسه سال هنا طرح و برنامه ها ندارن، بلکه پروسه صلح را از طریق صحبت های خود چی رئیس جمهور است، چی معاونین نشست و چی یک تعداد اراکین دیگه، اینا این پروسه را زیر سوال بردن، پروسه را خدشدار می سازن و تقریبا صحبت هایشان علیه مذاکرات صلح و نتایج صلح هست که متاسفانه این نهایت خطرناک بوده و خطرناک است. ولی ما خود در ابتدا شورای کاندیدا و شخصا خود ما تقریبا پیش از اینکه انتخابات هم صورت بگیره، شورای کاندیدا ترشان همی بود که نباید ما بریم به طرف فکر کنم مشکلات فنی است که تماس آقای تورسن قطع شد. آقای تورسن صدای ما را دارین؟ بلی صدای شما را مدارم، بسیار عادی میشنم. درست ادامه بتین. آقای تورسن موضوعی که شما اشاره کردین، پس پیامدهای دور دوم مذاکرات صلح دوحه یک پیامد کلان منفی است آنچه که شما اشاره میکنین، و از زمانی که گفتین رئیس جمهور معاونینش و شمار اندکی از افراد و اشخاص در پروسه صلح افغانستان سنگ اندازی میکنه و به نحوی میگن که تنها وظیفه اینا سپردن قدرت به گونی قانونی از طریق انتخابات است. پس شما میگین که پیامد دوحه یک پیامد منفی است برای مردم افغانستان؟ دوحه را منظور ما از نشست نیست، منظور ما از کسایی که این پروسه را رهبری میکنه، یعنی ریاست جمهوری و حکومت افغانستان و کسایی را که در اوج گماشته، اونا این صلاحیت ندارن تا تصمیم گیر باشن. یک دوم دیگه و این تیم مذاکره کننده که رفتن به دوحه، اینا هم نمایندگی از مردم افغانستان نمی کنند، فقط این اینا نمایندگی از یک، یعنی از تیم آقای غنی و از تیم عبدالله، شخصیت های اثرگذار شورای کاندیدا
وسایل شخصیت هایی که باید در هیچ نقش می داشتن می رفتن در این پروسه، چون این پروسه پروسه مردمی است و مربوط به مردم افغانستان است، نه برای حکومت افغانستان. حکومت افغانستان خود درگیر بوده با طالب ها، همه روز می جنگیدن و می جنگن. بنابراین باید یک نهاد سوال یعنی که به هر دو طرف میانجی می بود، از بین مردم افغانستان نمایندگی میکرد، میره با صلاحیت و بدون حراس صحبت می داشت و حرفای خودم می داشت. متاسفانه حکومت همه چیز در اختیار خود گرفته و در گرو خود گرفته. بناهن به این نسبت است که ما نتایج ما شخصا خود ما بایی تیم و با حضور و موجودیت آقای غنی و تیمش ما نمی بینم که نتیجه بده. و پیشترم اشاره کردم که فکر میکنم که مشکلات تکنیکی به بار آمد. ما شورای کاندیدا در گذشته ها هم بیش از این که انتخابات ریاست جمهوری شود، ما همی تر ما بود، شخصا خود ما هم همی تر داشتم که در قدم به اول نامش بگذاریم با وجود بیاید تا بتانیم که در پروسه صلح هم ادامه بدیم، یک صلح بیاید و همه کس در انتخاب باز شرکت بگلوب باشد. ولی همین تیم آقای غنی بود که پافشاری داشت، پافشاری میکرد که نه، انتخابات باید صورت بگیره، چون نیت بد داشتن. نیت از اینا ای بود که باید با جل و با تخطی و با تقلب و با جرمهای انتخاباتی در حرکه قدرت تکیه بزنن، که چنین هم شد و امروز همه مردم افغانستان از اینا نسبت به کارهایشان، نسبت به عملکردهایشان، نسبت به تعهدات را که بر مردم افغانستان سپاریده بودن در عرصه اهمیت سپردن کار به اهل کار، در ارتباط با صلح، در همه امور اینا ناکام هستند، فقط و فقط به خاطر منافع خود و به خاطر جیب های خود می اندیشند و به خاطر جیب های خود تلاشت می دانند. بنابراین ما بازم ما شورای کاندیدا با جمع از سیاسیون دیگه، با جمع از نخبه ها، با جمع از انسان های چیز فهم و با درک و متحد برای کشورش و مردمش و افغانستان، اینا در تلاش هستند تا اینا خودشان نماینده های افغانستان که بتانند در دعا از مردم افغانستان نمایندگی بکنند، برن اوج سفر داشته با. درست آقای ترسن، اما رئیس جمهور میگه و همچنان رئیس شورای عالی مصالحه، هیئتی که به دوحه رفته از طرف جمهوری اسلامی افغانستان میتونه روی اولویت ها بحث بکنه و تصمیم گیرنده است. این همین ضعف از امنا است. اینا وقتی که تصمیم گیرنده هستن تصمیم به نفع خود میگیرن. آیا شما صحبت ها بین بننگرار زمانی که اینا سفر داشتن اونجا همه چیز اینا به نفع رسانه و از رسانه شما هم گفتیم شرم نیست برای ازی بجای ازی که برای مردم افغانستان مراجعه میکرد، برای مو طالب ها مستقیما مراجعه میکرد، امرایشان اینا درخواست داره باز در حکومت موقت تعیین بکنه. شما ببینید این که چقدر خود ضعیف ساخته، چقدر خود حقیر و به حساب بی‌ارزش ساخته. بنان برای از این بی تفاوت است. و ما یک چیز خدمت عرض بکنم، آقای غنی فقط و فقط همون شرک ما 3-4 میلیون معتادین داریم. اگر این همه نارو به یکی از ولایت ها هم ببری و کل معتادین باشه و بگوی آقای غنی تو رئیس جمهور نمی معتادین هستی، فقط بامش خوش است که مگر رئیس جمهور
ولی این که دیگه یک رئیس جمهور چی مسئولیت داره و کلیفیت های داره در قبال وطنش، در قبال مردمش، در قبال آقای ترسن خود میگه که بالاتر از 40,000 سرباز در این کشور کشته شده. اینا شما ببینین این ارقام خودشان میتونه، در حالی که این ارقام بسیار بالا است، بالاتر از 70,000 سرباز از این وطن و مردم ملکی ما کشته شده و او طرف هم که کشته میشه اونام بچه های افغان است، اونام افغان است. اگر ما سبب کنی در طول امی سلنگاری ها و امی 6 سال حکومت آقای غنی تقریبا 100,000 هموطن ما کشته شدن و هزارها اطفال یتیم شدن، به حساب صدها هزار زن بیوه شدن. شما ببینین این مسئولیت که خاص به خاطر از این که آقای غنی در قدرت باشه و آل ببینین او بانوی اول که در هر نشست در کنارش هست. خب آقای زن که باز اینه نمی آدم رئیس جمهور مصاحبه داشت آقای ترسن بانوی اول در پادوش مشخصا اشاره شما روی چی هست؟ شما میگین که دور دوم مذاکرات هم در گرب آقای غنی است؟ بله خلیلزاد که من حمایت از هیچ کس نکردم و نمیکنم، ولی خلیلزاد با مصابه نموت آمریکا در هیچ آمده بود به خاطر پروسه سال و باید دوری دخلاق هم که برش می گفتم که آقای غنی خود دیگه وقت تمام است و دفالوش حکومت محقق در را استقلال خود بکنه، نه ای که از روی عقده اونا را ندیده و در حال معقد در راه هست، حکومت معقد آمدنیست. این سرنوشت مردم هست، هر روز بچه های مردم کشته شده میره، جوانان مردم افغانستان روز از بیکاری، از بیعدالتی، از قانون شکنی رنج میکشن. این جوانان ما که تحصیل کردن و پدر و مادر از او از نان خود زده، از لباس خود زده، زمینه تحصیل برش فراهم کرده تا او بتانه به حساب یک ایاشتو باته پدر ری سفید و مادر پیچ سفید خود بکنه، ولی متاسفانه اونا بیکار میگردن و فقط و نمی یک چهار تا بچه های رهبر است و لیدر است و بچه های تیمی خودشان است و یا هیچ هزارها جوان ما در افغانستان بیکار است و تعداد زیادتر از کشورهای مختلف میارن که به حساب ای جمعه گمارن و چون در تیمشان است و همیجا کشور ما را به چپاول گرفتن بهنان مرد مردم افغان، جوانان افغانستان خوشحالن و خاموش نمیان و او پدراز که ما اگر از طریق همی تلویزیون شما و سایر رسانه ها این ما ما قبادم و داشتم هم در راستا کار کردیم، کار میکنم.